اگه بیزنسمن هستی، طراحی، 3D آرتیستی، استاد دانشگاهی، دانشجویی، خلاصه ای که یه لپتاپ هیولا سبک قابل هم با امکانات تو رده قیمتی 60-70 میلیون میخوای، این ویدیو رو تا انتها ببین که یه بمب از ایسوس میخوام برات معرفی کنم. با من حمید علیزاده، حتما تا انتهای ویدیو همراه. درود، وقتتون بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو قصد داریم ایسوس زنبوک UM3406HA رو معرفی کنیم. اسمش خیلی سخته، بذارم میکروفونم رو درست کنم تا بهتون بگم چجوری حفظ کردم. UMش رو که نمیدونم چجوری حفظ کردم، اون دو رقم چهار رقم بعدش هم نمیدونم چجوری حفظ کردم. چه رو میدونی؟ فقط HAش میدونم مخفف کلمه حمیده که تو ذهنم میمونه. آرزم به خدمتتون که یه دستگاه سبک قابل حمل تو رنج قیمتی 60-70 میلیون از ایسوس که امکانات بسیار قوی داره. قبل از هر چیز پیشنهاد میکنم و خواهش میکنم که ما رو دنبال داشته باشید، لایک و کامنت برامون بذارید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد برای دوستاتون به اشتراک بذارید. این اول ویدیو بهتون میگم، همین اول ویدیو، از این بعد دیگه حتما اینو بهتون میگم. نه دوست دارم که بعد از دیدن این ویدیو این دستگاه رو بخرید، نم که پیشنهاد میکنم بخرید. من بعد رو تمام ویدیوها این کلمه گفته میشه و صرفا این ویدیو جهت بالا بردن سطح علمی شماست و هیچ ربطی به خرید نداره. من فروشنده نیستم، الان فقط میخوام دستگاه رو معرفی کنم بدون هیچ واسطه. و این سوء برداشتایی که میشه به عنوان یه بلاگر یا به عنوان یه فروشنده کاملا دوتا مقوله جده. توی تمامی ویدیو هدف همین بوده، من بعد هم همین خواهد بود. بگذاریم بریم سراغ ویدیومون. این دستگاه تازه یکی دو ماه وارد بازار شده. منابعی که برای معرفی این دستگاه در نظر گرفتم بهتون بگم، یکی ویدیوهای یوتیوب آقای اندره هستش که خیلی معروفه و لپتاپ‌ها رو خیلی خفن بررسی میکنه، یکی خدمت شما عرض که سایت خود ایسوسه و یکی هم تجربه شخصیمه که اطلاعاتی که دارم بهتون میدم از این منابع برگرفته شده. دستگاه 14 اینچی سبک اولترابوک، صحبتمون با اون کسایی که میخوان یه لپتاپ سبک قابل حمل داشته باشن، در این حال قدرتمند باشه و امکانات جانبی خوبی داشته باشه. گیمر اصلا سراغش نره، کسی که میخواد رندر بگیره، رندرهای 3D سنگین سراغش نره بهتره. ولی خب خیلی طیف گسترده از افراد رو پوشش میده برای انتخاب و خرید. من خودم فن همچین دستگاه‌هایم. نه اینکه بازی هم جواب نده، ولی خب به عنوان یه دستگاه گیمینگ با این ظرافت نمیشه ازش استفاده کرد. بریم ویدیو رو شروع کنیم با پارت اول، مارکتینگ. قیمت 60-70 تومنه، کاربریشو گفتم برای چه کسی مناسبه. خدمات قطعات خوبی داره و گارانتی یک پارچه هم فعلا عرضه شده. حالا ممکن در آینده شرکتیش هم بیاد که اتفاق خاصی هم قرار نیست بیفته. همراه این دستگاه چه چیزهایی ارائه شده؟ یه دونه قلم پن تیلت سری 2، یه دونه پورت RJ45 به USB، یه دونه کاوره و یه دونم شارژر تایپ سیه. چیزایی که هستش توی دستگاه، شارژر تایپ سی و قلم و کاور و تبدیل. واقعا پکش پروپیمون مرتب بالا داره و اصلا باورم نمیشه توی پک انقدی همه اینا رو چپونده بودن. اصلا یه جای کیفو گذاشته بودن که تا 100 سال سیام من اگه ویدیوی خارجیار نمیدیدم متوجه نمیشدم که همچین جایی قراره یه دونه کیف باشه. طراحی رو بهتون بگم، یعنی بخش بعدیمون طراحیه. این دستگاه با وزن شروع میکنم تو بخش طراحی که وزنش تنها 1200 گرمه. شما در نظر بگیرید یه 5 تا موبایل میشه 1200 گرم، 4 تا موبایل میشه 1200 گرم، 1 کیلو میوه. اصلا خیلی سبکه، خیلی سبکه، وحشتناک سبکه و بسیار ظریفه. من گوشیم دیگه همتون میدونید S24 اولترا کنار این دستگاه گذاشتم، گوشی من با گاردش بزرگتر و کلوفتر از این دستگاه. خوام بهتون بگم ظرافتش چقدر زیاده. با اعداد نمیخوام گیجتون کنم، فقط بگم چقدر آقا ظریف و نازک ساخته شده و چه خوب که تو این طراحی پورتای کاملی گذاشتی. رنگش جید بلکه، یه رنگ افتضاح مشکیه
مات، نمیدونم چه واژه‌ای باید به کار ببرم، به چی بنده، به موی بنده، دست بهش میزنی تا دو روز بعد بسابی تا پاک شه. یعنی من قبل از ضبط این ویدیو کلافه شده بودم از بسی که رد دست روش بد میفت. یه نشونه های این پشت داره اینجوری اینجوری اینها، این ای جدیده، لوگوی ایسوزه که اگه تو سایتشو نگاه کنید برگرفته از کلمه ایسوزه. با یه دست باز نمیشه، سخت باز میشه. یعنی شما بخوای با یه دست بازش کنی تا اینجا میاد، اینجا رو باید یه دوتا اینجوری تقطه بزنی بیاد بالا. ولی 180 باز میشه و انصافاً هم زاویه دید بالایی داره. بعد تو طراحی تمامش آلومینیومه، هیچ پلاستیکی توی ساخت این دستگاه به جز اون کیبوردش و ژله‌ای کفش به کار نرفته و حس پریمیوم بودن رو کامل بهتون منتقل میکنه. خب بیایم قسمت جلویی دستگاه، یعنی از اون بخش طراحی پشت و اینها بیایم. یه چیزی هم اینجا از قلم انداختم که این لوگو ایسوس اینجا چی نوشته، برند ایسوس سری زنبوک هم اینجا نوشته شده، چیز خاصی هم نیست ولی خب بدونید. بعد جلوی دستگاه یه ترکپد داریم، یه کیبورد ناقص که چند تا چیز بهش اضافه شده و نمایش داره. اول اینکه بهت بگم 87% اسکرین نسبتش به بدنه است، یعنی حاشیه‌ها بسیار کمه و نسبت زیادی داره نمایشگر به بدنه. شما فریم اضافه دور نمایشگر نمیبینی. یه پانچول بالا هم دو تا دوربین داریم که حالا من کامل راجع به دوربینا بهتون میگم، وبکم ها حالا اینا، که قفل داره و میتونید راحت قفلش کنید برای حالا محافظت از حریم شخصیتون. این قسمت کیبورد دو تا تغییر داشته که این آقای آندرو هم خیلی با این تغییراتش حال کرده بود. اول اینکه کیبورد نسبت به تمام سری ایسوس بزرگتره، حتی از سری راگ اندازه کلیدها بزرگتره و خیلی به دسته، یعنی قشنگ دستت میگیره روش. نکته دومی که دو تا کلید هم بهش اضافه شد، یکی کلید کوپایلت، همون کلید هوش مصنوعیه، یکی هم اون بالا کلید ایموجیه. این کل نکات کیبورده. بکلایدش تو 3 تا حالت تنظیم میشه، سفید ساده است، قسمت ماشین حساب و اعداد نداره، حتی رو ترکپدش هم قسمت اعداد نمیاد. زیاد دلخوش به این موضوع نباشید، دلخوش به این مقدار نباشید. خب دیگه چی؟ ترکپد، ترکپده خیلی نرمه، با روح و روانتون بازی میکنه، انگار یه اسلایم گرفتی دستت هی داری باش بازی میکنه، انقدر نرم و لطیف و باحاله و دست روش سر میخوره، هی دلت میخواد با این ترکپده کار کنی. اینم بهتون بگم جفتشون، یعنی هم ترکپد هم کیبورد، یک تکنولوژی دارن که انگار آنتی باکتریال هم باکتری نمیگیرن مثلا، و اینکه رنگشون دیرتر میره، یعنی دیرتر مستهلک میشن. این کل داستان. طراحی لولا، مدل لولا، کیفیت ساختش همه در حد اعلی. من اینجا رو چند بار فشار دادم، پشتش در بسته، اینا عالیه. کیفیت ساختش انصافا فوق العاده است. بریم سراغ پورتای دستگاه که با توجه به اینکه اولترا بوکه ولی همه چی داره. مثلا شما USB تایپ A 3.2 جنوان داری تا 5 گیگابیت میتونه رید رایت کنه سمت چپ دستگاه. این طرف دو تا USB تایپ C داریم که یکیش 3.2 جن 2، یه دونش USB 4. این USB 4 عملا همون تاندربولت سری 4 خودمونه، اما چون پردازنده این دستگاه AMD دیگه نتونسته از اسم تاندربولت استفاده کنه. کومبو جک AUX و HDMI 2.1 داریم که تا 8K 60 هرتز به ما میتونه خروجی بده. عدد قابل قبولی هم هستش. از نظر پورت کم و کس ندارید. یه دونه هم RJ 45 تو پکش برات خود شرکت USBشو گذاشته. اگه یه درصد دوست داشتی هم میتونی از این RJ 45ش هم استفاده کنی. حالا قیمت خاصی نداره ولی خب داره دیگه. اینم گزینه جذاب. بریم سراغ بخش بعدی، نمایشگرش. نمایشگر دستگاه پارامتر زیاد داره. من بلجبار مجبورم از روی این جزوه تقلبم نگاه کنم. چون نمایشگره یه سری اعداد و ارقام داره که باید بهتون بگم. اول اینکه فول اچ دی، نسخه 2K و 3K هم داره. ولی خب نسخه که وارد بازار ایران رسمی شده فول اچ دی. کیفیتش هم بد نیست، بد نیست که دارم بهتون میگم، عالیه، فوق العاده است. ولی خب اون چیزی که مثلا 4K اش بوده، 3K اش بوده نیستش. لومینا اولد، که این سیستم لومینا اولد که میگن همون سیستمی که برای چشم مضراتش کمتره. 600 نیت برایتنس داره. نسخه اینتلیش که Q425 باشه یا Q420 باشه 500 نیت برایتنس داشت. این نورش 100 نیت از نسخه اینتلیش بالاتره. گفتم که 87% اسکرین تو بادیه، یعنی نسبت نمایشگر به بدن است. نسبت تصویر 16:10 60 هرتز. ولی خب اینو بهتون بگم 60 هرتز بودنش یه خورده برای منی که با نمایشگر 240 و 165 نیت کار کردم زیاد تو ذوق، ولی برای کاربری که تا حالا نداشته اصلا به چشم نمیاد. تو صفحه
وب راحت اسکرول میشه، ولی تو محیط خود ویندوز اون لگش از هرتز بودنش کامل تو ذوق میزنه. 1.7 میلیارد رنگ پشتیبانی میکنه، سطح خیلی بالایه. قلم ساپورت میکنه که خود قلم هم توی پکش هست و 10 لمس همزمان. نمایشگر اعداد ارقام عجیب غریبی داره. یک چیز جالب بهتون بگم، کانتراست ما 1:1000 1:1200 رو داشتیم، اما تو نمایشگر OLED کانتراستمون 1:333000 و عملا رنگ‌هایی که می‌بینید خیلی اغراق شده و خیلی براق‌تر و پرزرق و برق‌تره. اینم بهتون بگم از 100% sRGB 99% Adobe RGB 98% DCI P3 و 97% NTSC پشتیبانی می‌کنه. فضای رنگی رو بخوام بهتون بگم به این ترتیبه. و از وایت پوینت 7100K پشتیبانی میکنه. کسایی که کار تصویر انجام میدن، نمایشگر این دستگاه براشون بهشته، محشره. یعنی نمایشگر واقعا فوق‌العاده است. فقط ضعفش همین بود که 60 هرتزی بود و رزولوشنش پایین بود، که البته میگم رزولوشنه که اصلا چیز خاصی نیست، چش ما بیشتر از اون نمیفهمه، متوجه نمیشه. فقط اون بس 60 هرتزی کمی تو محیط ویندوز تو زود. سراغ باتریش بریم. دستگاه با تایپ سی 65 واتی شارژ میشه، توی 49 دقیقه 60% شارژ میشه و به گفته ایسوس به کمک یه باتری 75 وات ساعتی میتونه بیش از 17% شارژ دهی کنه. آقای اندرو معتقده که 15% به بالا رو نگه میداره. کاربرا توی سایت های مختلف بالای 15% رو تایید کردن و منم از دیروز تا الان این دستگاه دستمه و هنوز شارژش 20%ه. دیروز که دارم بهتون میگم، من دیروز این ویدیو این بررسی این دستگاه رو گرفتم، صدا نداشت دیگه. بچه‌ای که توی اینستا هستن میدونن چی دارم بهتون میگم، اینستایی ها میدونن. صدا نداشت، این ویدیو رو دوباره داریم امروز میگیریم. یعنی من یه بار اینو کامل بررسی کردم، معرفی کردم، دوباره الان امروز از سرم. و باتریش کامل دو روزو نگه میداره. از طریق شارژ تایپ سی هم شارژ میشه با پاور بانک، با شارژر موبایل، ولی حواستون باشه استاندارد باشه دیگه. بریم سراغ امکانات جانبی و بعد سخت افزار. اول اینکه دو تا وبکم داره، یعنی دو تا دوربین داره که آی آر کامرای شما رو وسط تصویر نگه میداره، فیلترهای مختلفی به صورتتون اضافه میکنه، پشت رو بلر میکنه، صورت رو میتونه بهش افکتای خاص بده. و اینکه سنسور تشخیص چهره هم داره، همون ویندوز هلو رو پشتیبانی میکنه. این تا اینجا. نکته بعدی اینکه سیستم صوت این دستگاه که به بیگ ساوند معروفه، یه سیستم جدیدی که انصافاً صدای وحشتناکی رو از خودش خلق میکنه. آمپلیفایر هوشمند داره که به کمک هوش مصنوعی میتونه با توجه به صدایی که پلی داره میشه صدا رو بهینه‌تر کنه. توسط هارمن کاردون نسخه پریمیوم تیون شده و از دالبی هم پشتیبانی میکنه. سیستم صوتش انصافاً از حق نگذریم یکی از بهترین صوت‌های دنیاست. ببندم اینجا رو. وایفای 6E داره که میتونید وایفای رو دانگلش رو عوض کنید و وایفای 7 رو بذارید. این قابلیت رو هم داره. بخش بعدیمون سخت افزار و بخش پایانیمون هست. سخت افزار این دستگاه برای من خیلی جذابه، چون اول گاردی داشتم وقتی این کالا رو می‌خواستیم موجود کنیم برای مجموعه. من خب راجبش داشتم تحقیق می‌کردم که بیاریم یا نیاریم. بعد از تحقیق متوجه شدم واقعا سخت افزار هیولاه و همین الان بهتون میگم هیولاست. هم اعداد و ارقام هم عمل کرد. پردازنده رایزن 7 8840 HS with AI داره. کامل این پردازنده رو بخوام بهتون بگم، یه پردازنده فوق‌العاده گولاخ که فرکانس پایش 3.3 گیگاهرتز، 8 تا هسته داره، 16 تا رشته و 16 مگ کش داره. انصافا پردازنده خفنیه. تو مدار مجتمع خود سی پی یو گرافیک رادئون 780 ام رو هم گذاشتن که باز حالا رو خودش هم داستان داره بهتون میگم داستانش از چه قراره. پردازنده با هوش مصنوعی کاملا بهینه و یک پارچه است و میتونه کارهای هوش مصنوعی رو انجام بده. مثلا همین دیگه دیدی تو تبلیغات مایکروسافت که این تایملاین ویندوز بهش اضافه شده که مثلا تو چند روز اخیر شما چه کارهایی رو کردید، نمیدونم یه متن بهش بدی خلاصه‌شو بهت میده، نمیدونم یه فتوشاپ بخوای یک عکسی رو مثلا اصلاح کنی ادیت کنی خودش کمکت میکنه. البته اینا همه مستلزم اینه شما به آخرین ورژن اون اپلیکیشن ها آپگرید باشید، ویندوزتون آخرین ورژن باشه، یه سری پارامترها این تیپی داره، ولی در کل شما میتونید از امکانات هوش مصنوعیش استفاده کنید. البته این کلید کوپایلت هم دارید تق بزنی قسمت کوپایلت میاد. بنچمارکش رو بهتون بگم لذت میبره، 27486 با پسمارک ورژن 10. این عدد دقیقا معادل CPU i9 13900H که روی Q540 هست. عملکردش فوق‌العاده است. از i7 13650HX حدودا 10% ضعیف‌تره، ولی از i7 13620H و 13650H و 13700H و 13900H و اینها عملکردش
بالاتره و این آخرین سری AMD که تا الان رو لپتاپ ها اومده، سری 8000. لوگوش هم کامل عوض شده و خیلی خوشگلتره، نارنجی قرمزه که من دوست دارم. رم دستگاه 16 GB LPDDR5X. این X که میگم یعنی باسش 7500 مگاهرتز، بالاترین رمی که تو دنیا برای لپتاپ میتونستن بسازن روی همینه دیگه، از این بالاتر نداره. و جالبه بدونید 4 تا اسلات 4 گیگابایتیه و رو بورد سولد شده، قابل ارتقا هم نیست. این که 4 تا رمه باعث میشه اسپید بالاتر بره، سرعت رید و رایت باز با این که مثلا LPDDR5X باز بالاتر هم بره. دیدید دیگه، مثلا شما کیس میخوای بندی میگه دوال چنل باشه رم ها، یعنی دوتا با هم باشه، مثلا دوتا 8 بذار دوتا 16، حالا 4 تا 4 بذاری عملکردش به مراتب بالاتر. SSD دستگاه 1 TB M2 NVMe جنریشن 4، عملکردش بد نبوده ولی قابل قبول هم نیست. 5 گیگ ریدشه و حدود 3.5 گیگ، 3600 مگ میشه، 3.6 گیگابایت رایتشه. عملکرد خوبیه ولی اونجوری که دلچسب من باشه نیستش. میتونید شما SSDشو عوض کنید و فقط یه اسلات SSD داره. و اما گرافیکش، گفتم که CPU رایزنه داخل خودش یه دونه مدار مجتمع داشت که GPU رو گذاشته بودن این داخل. GPU APU آنبورده، مجزا نیست، دیدیکیت نیست، اما عملکردش خارق‌العاده است. ببینید ما تو اینتلا گرافیک آنبوردمون یا آرک یا آیریسه. آرک حدود 4000 تا بنچمارک میگرفت با پس مارک، آیریس هم 2500 تا 3000 تا. GTX ها که مال کمپانی انویدیا بودن بین مثلا GTX 1650 بین 5000 تا 6500 میگرفت. RTX 2050 حدود 9000، RTX 3050 حدود 11000. شاید باورتون نشه این دستگاه با اینکه چیپ به گرافیک مجزا نداره ولی 6000 تا بنچمارک گرفت. و این یعنی اینکه انقدر این گرافیک آنبورد قویه که از عهده 90% کارهای گرافیکی راحت و روون برمیاد. خیلی از گیم های روز رو میتونه اجرا کنه. حالا این دستگاه گیمینگ نیست، من دارم مثال میزنم که قابل فهم باشه. خیلی از کارهای گرافیکی از جمله پریمیر و نمیدونم فتوشاپ و اینا راحت میتونه اجرا کنه، ولی رندرینگ نیست، این ساخته نشده که شما باهاش رندر بگیرید. در کل گرافیک کم مصرف، کم دما و در عین حال پرقدرت. اندازه یه دونه GTX 1650 ساده است. الان شما میری مثلا یه اسپکتر بگیری بهت میگن 4 گیگ گرافیک GTX 1650 داره با سی پی نسل 10، شما میگی به 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 نسل 10 با 4 گیگ گرافیک 60 میلیون هم بد میدن. نه آقا، اون دستگاه سی پیوش 14000 بنچمارک میگیره، گرافیکش هم 6000. دستگاه سی پیوش 27000 میگیره، گرافیکش هم 6000 تا رو میگیره. ضمن این که آکبند پلمپ 2 سال گارانتی داره، دستگاه 2024 هوش مصنوعی داره. خب اینم ببندیم و بریم سراغ نتیجه گیری کلی. آقا همین اول باز دوباره تو نتیجه گیری بگم، میخوای بخرین میخوای نخرین به من مربوط نمیشه. من فقط این دستگاه رو دارم معرفی میکنم برای که سطح اطلاعات عمومی شما مخاطب رو بالا ببرم. هیچ پولی هم بابت ساخت این ویدیو نگرفتم، هیچ اسپانسری هم ندارم، دلی دارم براتون کار میکنم. امیدوارم که متوجه این منظور بشید و برخی افرادی که دچار یک سری توهم ها هستن دیگه خودشون متوجه منظور بشه. خب من نتیجه گیری کلی رو از روی جزوه‌ام بخونم که دقیق‌تر باشه. همینطور که من دارم میخونم این کنار هم لیست میشه. مزایای دستگاه اینه که نمایشگر با رنگ و لعاب عالیه، سبکه و خیلی راحت میتونید همه جا به خودتون ببرید. باتری با شارژدهی فوق‌العاده عالی داره، اسپیکرهاش محشره، کیبورد و ترکپد استاندارد و از استاندارد رو به بالا، حافظه‌اش قابلیت ارتقا داره، میتونید تا 2 TB ارتقا بدید. رمش LPDDR5X که انگار باس 7500 و قیمتش نسبت به مشخصاتش فوق‌العاده است. این تمام ویژگیایی بود که من از این دستگاه خلاصه نوشته بودم. معایبش هم بهتون بگم بد نیست. این طرف ببینید رفرش ریتش پایینه، این 60 هرتز بودنش خب تو ذوق. وقتی دارید کار گرافیک سنگین میکنید 1 ساعت 2 ساعت، این صدای فنش یه خورده زیاده. دمای دستگاه رو لود زیاد دماش هم میره بالا، یعنی وقتی سی پی یو 100 بشه جی پی یو مثلا 90% درگیر بشه دماش هم زیاد میشه. رمش LPDDR5X بود، خوب بود، اوکی عالیه، ولی اینکه آنبورده باز بده. اینجا تو معایب رم آنبوردش هم نوشتم. و یکی از بدیهای دیگه و معایبش اینه که SD ساپورت نمیکنه. خب ای سوز عزیز، کسی که این دستگاه رو میخره عمدتاً یه گرافیست ممکنه باشه، عمدتاً یعنی ممکن خیلی هاشون گرافیست باشه، و خب یه SD ساده پشتیبانی کنه بد نیست. شما واسه بابت اینکه SD بخوره تبدیل هم بگیرید. ببخشید اگه طولانی شد، با نظرهاتون ما رو خوشحال کنید، حمایت کنید. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو همراهمون بودید. خیلی مخلصیم.